با درود به شما میهن پرستان عزیز در سراسر جهان در بخش اول امروز میخوایم بپردازیم به سخنان خامنه علیه اسرائیل همزمان با بازگشت شاهزاده رضا پهلوی از این کشور علی خامنه‌ای رهبر نظام جمهوری اسلامی روز شنبه دوم اردیبهشت دو بار در دو فضای متفاوت سخنرانی کرد. تو یکی گفت که دشمن تلاش میکنه تا مردم به دلیل صلایق و عقاید مختلف با هم بجنگن و در سخنرانی دومش هم ادعا کرد که وضعیت کشور اسرائیل خیلی فلاکت باره و پایان عمر این کشور نزدیکه. خامنی به مناسبت روز عید فطر با جمعی از مدیران نظام و سفرای برخی از کشورهای اسلامی در تهران دیدار کرد و مسئله فلسطین رو یکی از اساسی‌ترین مسائل دنیای اسلام برشمرد. این افول که از چند سال قبل آغاز شد حالا سرعت پیدا کرده و جهان اسلام باید از این فرصت استفاده کنه عامل اصلی وضع فلاکتبار رژیم قاسب مقاومت پربرکت درونی مردم فلسطین و خطرپذیری و جانبرکفی جوانا هست حالا اینا صحبت هست که خامنی گفته ها اوضاع امروز سرزمین های اشغالی اثبات میکنه که هر قد مقاومت و ایستادگی ملت فلسطین در مناطق مختلف بیشتر بشه رژیم جعلی ضعیفتر میشه اگه اتفاقی رخ نده پایان رژیم قاسب نزدیکه حالا اینکه اگه اتفاقی رخ نده منظورش از کدوم اتفاقه الله خوالم. یکی از اساسی ترین مسائل امروز دنیای اسلام مسئله فلسطین اگر نگیم در رأس مسائل لاقل یکی از مسائلی که در رأس مشکلات دنیای اسلام قرار دارد مسئله فلسطین خب البته امروز به همدلله شاهد افول تدریجی رژیم قاسب هستیم این همه دارن میبینن در دنیا رژیم قاسب در حال افول تدریجی است سرعتش هم روز روز بیشتر میشه سالها چند سال شروع شده این افول اما اخیرا سرعتش بیشتر این خیلی فرصت بزرگی است خب حالا این سخنان در حالی بیان شده که شاهزاده رضا پهلوی اصلی ترین چهره اپوزیسیون و مخالف جمهوری اسلامی یک هفته گذشته رو به دعوت مقام های بلندپایی اسرائیلی در این کشور به سر برد و با موضوع چگونگی کنار رفتن نظام جمهوری اسلامی و دستیابی مردم ایران به صلح آزادی و دموکراسی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و همچنین اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل دیدار و گفتگو کرد گیلا گاملیل وزیر اطلاعات اسرائیل در تویتی نوشت که با هم مقابل محور شرارت ایستادیم و این سراغاز راهب اون که شاهزاده رضا پهلوی و همسرش رو در فرودگاه بنگوریون هنگام خروج از اسرائیل بدرقه کرد ضمن تشکر از شاهزاده رضا پهلوی نوشت که شما نشانی از رهبری شجاع در نظر اسرائیل و جهان آزاد هستین اتفاق و دیدارهای مهمی که به نظر میرسه خبر خوبی برای مقامهای جمهوری اسلامی نیست رهبر جمهوری اسلامی همچنین در سخنان خودش در نماز عید فطر مردم و مسئولان رو به مهربانی کنار هم توصیه کرد و بدون اشاره به کشته شدن بیشتر از 500 شهروند به دست نیروهای جمهوری اسلامی در خیزش سراسری اخیر راهبرد دشمن رو ایجاد اختلاف و تفرقه بیان کرد در صورتی که به نظر من این تفرقه و اختلاف عامل اصلیش خود خامنه ای هست که مردم و مردم رو به خصوص داره توری هم قرار میده با دستور اختیار آتش به اختیار بودن اون گفتش که دشمن داره تلاش میکنه مردم به خاطر عقاید و سلایق مختلف با هم بجنگن و درگیر بشن اما نگاه های مختلف مردم به مسائل مختلف طبیعتا مانعی نداره و نباید محل اختلاف و کشمکش بشه بلکه باید با باطل کردن وسوسه های دشمن برای بدبین کردن مردم به یک دیگه و مردم به مسئولان در کنار هم به زندگی و مهربانی بپردازن خ... از اول انقلاب که امام بزرگوار در کلمات نورانی خود به طور دائم بر روی وحدت مردم اتحاد مردم تکیه می کرد مردم و ما متحد بودند و این اتحاد در موارد بسیاری راه های دشواری را تنگه های سختی را توانست برای مردم باز کنه راه ها رو راه باشه این اتحاد باید حفظ بشه دشمن با اتحاد ملت ایران مخالف است با یک پارچگی شما مخالفه با یک دست بودن ملت مخالفه دشمن مایل است که مردم به خاطر عقاید مختلف سلاحق مختلف با هم بجنگند با هم دعوا کنند در یک جامعه سلاحق مختلف هست عقاید مختلف هست نگاه های مختلف به مسائل هست باشه مانعی ندارد در کنار هم همه زندگی کنند با هم کار کنند با هم مهربانی کنند رعفت میان مردم و از دشمن رو برای بدبین کردن مردم به یک دیگر یا بدبین کردن مردم به مسئولان زحمت کش کشور بایستی باطل کرد خامنه ای در حالی ادعا میکنه که دشمن در حال بدبین کردن مردم به مسئولان هست که مقام های نظام, نظام جمهوری اسلامی تو روزهای اخیر به فرمان خود خامنه ای دور جدیدی از حمله ها و سرکوب علیه زنان مخالف هجاب اجباری رو در پیش گرفتن فروشگاه ها، رستوران ها، کافا و حتی اماکن تاریخی پرشماری در یک ماه اخیر به دلیل حضور زنان بیهجاب پلم شدند. زنانی که دارای صلایق و عقاید متفاوت با مقام های نظام جمهوری اسلامی و یعنی ماه که در خیابان های ایران رسیدن به پوشش آزادانه و کنار رفتن قوانین سرکوب گرایانه رو فریاد میزنند. اما هر بار با حمله های نیروهای تحت امر علی خامنه ای مواجه میشن. خامنه ای در نماز عید فطر همچنین مدعی شد که دشمن به سیاست تزویر، تحریف، دروغگویی، وسوسه، تحقیر و بدبین کردن ملت ها به توانای خودش روی آورده که باید در شناخت راهبردها، تاکتیک ها، ابزارها و روش های اون به روز باشیم و اونا رو باطل کنیم. اما دقیقا اون توضیح نداد که خب چرا در سخنرانی روز سهشنبه هفته گذشته با متهم کردن مردم به نداشتن درک سیاسی و توان تحلیلی گفته بود که حاضر نیست مسائل مهم سیاسی و اجتماعی رو به همه پرسی بذاره خلاصه اینکه دیگه این پیرمرد خرف شده و دیگه توانایی حتی صحبت کردن رو نداره و در اصل دشمن اصلی مردم ایران خود همین خامنه ای و نظام جمهوری اسلامیه در بخش دوم ویدیویی داریم از حیاهوی اعتراضی دانشجویان بسیجی در دیدار با دیکتاتور روانیشون که خیلی تو فضای مجازی خبر ساز شده دیدار خامنه ای با جمعی از دانشجویان و فعالان تشکلهای دانشجویی روز چهارشنبه 29 فروردین برگزار شد اما این بخش از ویدیو که در اون شماری از دانشجویان به اون اعتراض میکنن و خامنه ای تلاش میکنه با سخنرانی و عوض کردن لحن خودش اون رو اون رو آروم کنه به تازگی منتشر شده این دیدار همون جلسه است که خامنه ای در اون با برگزاری رفراندوم برای حل مسائل ایران مخالفت کرد تو بخش دیگه از این سخنرانی خامنه به دانشجویان میگه که اداره کشور سخته اما که از دانشون در ردیف های اول با قطع کردن سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی میاد اعتراض میکنه به نظر میرسه که اون در جواب خامنه ای میگه که به شرطی که حرف مردم رو گوش کنین شما میگین شفافیت اما هر روز داره یه بلای سر مردم میاد که خب خامنه ای با اون لحنش که الان تو این ویدیو میبینین اونا رو دعوت به آرامش میکنه و یه جورایی با حالت تحکم دانشجویان و دانشجویان ساکت میکنه و به طرفدارش اشاره میکنه که خب حالا سریع این بحث جمعش کنین داره که سخت، واقعا سخته یعنی اینجوری نیستش که هم دیگه اگر حالا دو با هم دیگه بخوایم دهن به دهن بکنیم که پیش نمیره کارا وقت تمام شد و حرف ها خیلی زیاده شما رو شما رو شما رو دوست داریم براتون دعا میکنیم آینده شما رو انشالله الله نشنفتم. و و اما اعتصابات گسترده کارگران صنایع نفت و پتروشیمی زیر عنوان کمپین 1402 و ترس و, و سکوت حکومت همیشه بهتون گفتم که اعتصابات سراسری خیلی کشنده است برای نظام گزارش ها نشون میدن که گسترده ترین اعتراضات کارگران پروژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در اعتراض به عدم افزایش دستمزد همچنان ادامه داره. در روز دوم اعتراض ها با عنوان کمپین 1402 کارگرای بیشتری کارگاه خودشون رو ترک کردن. دولت واکنشی نشون نداده. کارگران صنایع پتروشیمی در بیش از سیش مرکز در شهرهایی مثل اسلویه، کنگان، دهلوران و گشتاران اعتراض کردند. کارگران شرکت پایا صنعت واقع در پتروپالایش کنگان کارگران شرکت موبین صنعت شاغل در پتروشیمی آدیش و کنگان و همچنین کارگران پروژه‌ای صنعت نفت و گاز شاغل در واحد صنعتی شهرهای شیراز، لردگان، کرمان، بندر، جاسک، ایزه، یزد، ماهشهر، اهواز، بوشهر، اصفهان و جزیره لاوان هم از دیگر کارگران اعتصاب کننده هستند. عدم رسیدگی به مطالبات کارگران از طرف دولت و همچنین عدم افزایش متناسب دستمزدها دقیقا از مهمترین دلایل این اعتصاب هست برخی از کارگران گفتن که شرایط در کنگان اصلی خیلی امنیتیه در برخی موارد کارگران و خانواداشون رو تهدید کردن همچنین بر اساس اطلاعات رسیده خیلی از کارگران احتساب کننده در اسلویه و کنگان به شهرهای خودشون برگشتن و اعلام کردن تا زمانی که با افزایش حقوق اونا موافقت نشه به محل کار خودشون بر نمیگردن بر اساس این گزارش کارگران شرکت های مثل شرکت پاینده که در فازهای مختلف اسلویه و کنگان کار ساخت تجهیزات و نصب رو انجام میدن هم در اعتصاب به سر میبرن تصاویر منتشر در فضای مجازی نشون میده که در دو معدن مثل کرمان کارگران پیمان کاری داوودی فرد شاغل در معدن درالو حالا اگه درست بگم این معدن و, و کارگران شرکت فراسان شاغل در معدن خاتون آباد هم اعتصاب کردن روز جمعه یکم اردیبهشت هم جمعی از کارگران پتروشیمی بوشهر دست به اعتصاب زده بودند اعتصاب های سنفی به ویژه اعتصاب های کارگری دقیقا از ابتدای سال جاری و خورشیدی از سر گرفته شده و روز به روز هم داره بیشتر میشه این در حالیه که این اعتصاب و تجمع های اعتراضی سنفی تو سالهای گذشته هم برگزار میشد ولی دولت جمهوری اسلامی بدون پاسخ در خور به معترضان فقط اعمال فشار میکنه. دو سال پیشم خیلی از کارگران نزدیک به هزاران کارگر در سراسر سر ایران به ابتساب های کمپین 1400 پیوستن. که باستاب جهانی داشت ببینید تا زم... یعنی دنیا چشمش به اعتراضات و اعتصابات سراسری در ایرانه هرچی که این اعتراضات تو خیابونا کشیده بشه هرچین این اعتصابات سراسری تر بشه طولانی تر بشه تعداد روزاش از یه روز و دو روز بکشه به یه هفته و دو هفته مطمئن باشین که جهان واکنش های نشون میده نمیگم این انقلاب قرار از بیرون رخ بده نه این انقلابی که از درون رخ میده و صد درصد از داخل حمایت میشه ولی ما نیاز داریم به حمایت جهانی مثلا همین که سپاه و در لیست تروریست قرار بدن دقیقا اروپا داره نگاه میکنه به جدی بودن اعتراضات و احساسات در ایران و اما کفگیر بنزین به ته دیگ خورده حسین آقایان مدیر اسبق تأمین و توضیح شرکت ملی پخش پروردهای نفتی گفته که یکی از راهها اینه که مثلا روزی کنیم لیست به هر خودرو بنزین بدیم و سهمی آزاد حذف کنیم اون درباره افزایش مصرف بنزین و راهکار عبور از اون اظهار کرده که یکی از دلایل رشد مصرف این بوده که قیمت خیلی پایینه وقتی به موقع قیمت بنزین رو بالا نبرن باید خب تبعاتش هم ببینن حالا هم اگر اجرایی بشه روی تورم اثر میذاره و قیمت بقیه کالاها رو بالا میبره اگر هم کاری نکنیم خب مصرف به صورت لجام گسیخته افزایش پیدا میکنه این مصرف زیاد بنزین دقیقا یک بهانه است اونا میخوان به هر قیمتی شده قیمت بنزینو بالا ببرن مدیر اسبق تأمین و توضیح شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه ما اکنون تبدیل به وارد کننده میشیم اضافه کرد که تردد اتومبیل های فرسوده هم مزید بر علت شده به مصرف رو به شکل افزایش میده. وی گفت اگه قیمت بنزین در حد هزار تومان باشه، شاید در حد اینکه درآمدهای دولت رو تا حدی بیشتر کنه تاثیر بذاره. اما خب واقعیت اینه که قیمت بنزین با بعض تورمی که وجود داره، شاید با نرخ 10000 تومان هم کم باشه. وی پیشنهاد کرد که یکی از راهکارها اینه که باید از سهمیه کارت‌های سوخت شخصی کم بشه و برداشت بنزین با نرخ آزاد رو هم محدود کنن. و قیمت رو هم تا حدی بالا ببرن آقایان بیان داشت که برای باید برای دارندگان خودروهای اوراقی مشوق و امتیازاتی رو در نظر بگیریم مثلا وام کم بهره اختصاص بدیم تا این خودروها رو که از رده خارج شدن بفروشن و خودروهای کنونی رو استفاده کنن به خاطر نشان کرد که یکی از راه این که مثلا روزی کنیم لیست به هر خودرو بنزین بده و سهمی آزاد رو هم حذف کنه به این ترتیب مصرف میزان قابل ملاحظه کم میشه به گفته یه مدیر اسبق تأمین و توضیح شرکت ملی پخش فرورده های نفتی به حدی موضوعات مربوط به بنزین در هم پیچیده شده و تبدیل به کلاف سردرگم شده که امروز شاهد مشکلاتی هستیم که یافتن راه حلش رو سخت کرده به درباره تغییر کیفیت بنزین با روند سعودی مصرف بنزین هم گفتش که وقتی کفگیر به ته دیگ میخوره تمام هم اینه که در جایگاه ها صف ایجاد نشه اگه بخوایم بنزین با کیفیت تولید کنیم میزان اون کاهش پیدا میکنه مسئله پیچیده شده یا باید بنزین آزاد رو حذف کنیم و سهمیه رو محدود کنیم که خب البته این رویه هم تبعات خودش رو داره یا شاهد افت کیفیت بنزین باشیم در هر حال باید بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنیم همیشه ما تو این 43 سال بین بد و بدتر انتخابمون بوده هیچ خوبی در نظر نبوده آقایان بیان داشت که در گذشته ما بنزین سوپر رو وارد می کردیم و با نفتای سبک مخلوط می کردیم و مشکلی هم نبود حالا اگه بخوایم بنزین با کیفیت عرضه بشه بنابراین ناگذیریم که واردات داشته باشیم سپاس گذاریم که تا انتهای این بسته خبری همراه ما بودیم تا بخش بعدی بدرود